جدول داده یک ابزار قدرتمند دیگه توصیفی و تحلیلی داره که جدول های مهوری نامیده میشن. جدول های مهوری کل مجموعه داده ها رو خلاصه میکنه بدون اینکه لازم باشه فرمولی بنویسید، ستون جدیدی بسازید یا دادههاتون هاتون رو به شکل خاصی مرتب کنید. این جدول ها شما رو قادر می که داده ها رو به روش هایی ترکیب کنید که روابط موجود توی داده ها رو آشکار کنه. و اونها را با نگاه جدیدی به شما نشون میده. آیا این خوبتر از اون به نظر میرسه که بتونه درست باشه؟ اما من اصلا شوخی نمی کنم. این کاملا حقیقت داره. بیشتر افراد جدول های محوری رو یکی از مفیدترین ابزارهایی میدونن که برای آسون کردن زندگی باید یاد گرفت. پس بیایید شروع کنیم. اجازه بدید داده های بانک جهانی رو کنار بگذاریم و نگاهی به یک مجموعه داده نمونه درباره ترکیب خوراکی ها تو قفسه آشپزخونه من بندازیم. این مجموعه شامل داده درباره محتوای خوراکی ها، مقدار اونها و خطری که ممکنه برای سلامتی من داشته باشن. تمام داده ها رو انتخاب کنید. در همون حالی که داده ها رو انتخاب کردید، از روی منوی بالای جدول داده دیتا و بعد Pivot Table ریپورت رو انتخاب کنید. با این کار یک صفحه جدید ایجاد می کنید. خواهید دید که می تونید ردیف ها، ستون ها، مقادیر و قربال ها رو اضافه کنید. اگر روی Add Field کلیک کنید، سرستون های داده های نمونه رو می اجازه بدید که اونها رو محوری کنیم. یعنی یک ستون رو به یک ردیف تبدیل کنیم. روی ادفیلد که کنار روز قرار داره کلیک کنید و ستون خوراکی رو انتخاب کنید. خب چه بلایی سر داده ها اومد؟ توی داده های اولیه بیسکویت سه بار تکرار شده. جدول محوری تنها یک بار اونو نشون میده. ساندویچ دو بار تکرار شده. اما جدول محوری فقط یک بار اونو نشون میده. و به همین ترتیب تا آخر. در واقع جدول محوری داده های ستون خوراکی رو از مجموع داده های خام شما گروه بندی و خلاصه کرده. این کار به این سوال پاسخ میده که چه انواعی از خوراکی توی این مجموعه داده وجود دارن. شما میتونید ردیف های بیشتری اضافه کنید. اجازه بدید که محتویات خوراکی رو توی یک ردیف اضافه کنیم. خب این بار چه بلایی سر داده ها آمد؟ مثل دفعه قبل جدول محوری داده درباره محتویات خوراکی ها رو گروه بندی و خلاصه کرده. یک چیز عالی درباره این جدول محوری اینه که داده های محتویات خوراکی ها رو به نحوی گروه بندی کرده که اونها رو برای هر کدوم از انواع خوراکی ها نشون میده. میتونیم اون رو بچرخونیم تا از دید دیگی ببینیمش. از زاویه محتویات خوراکی و نه خود خوراکی ها. برای انجام این کار ترتیب ستونها رو با گرفتن و کشیدن اونها تعویز می کنیم. و حالا داده درباره خوراکی ها داریم که بر اساس محتویات گروه بندی شدن. خب حالا شما ایده اولیه رو گرفتید. پس بیاید سعی کنیم و امتحان کنیم و بعضی عددها رو با استفاده از جدول محوری گروه بندی کنیم. مثلا بگیم که میخوایم بدونیم در مجموع چه تعدادی از هر نوع خوراکی داریم. بخش محتویات رو با کلیک کردن روی علامت زبدر در گوشه سمت راست خالی حذف کنید. در کنار مقادیر روی ادفیلد کلیک کنید و کوانتیتی رو انتخاب کنید. تعداد هر کدوم از انواع خوراکی رو خلاصه شده در کنار اون خواهید دید. این از شمارش دستی هم سریتره. زیر بخش ولیوز یک منو میبینید که روی اون نوشته Summarize by و این دستور به جدول محوری میگه که شما میخواید مقادیر رو چطور بشمارید. گزینه معمول جمع زدن سام نام داره که به معنای جمع زدن همه مقادیر برای به دست آوردن مجموع کل همه بیسکویت هاست. اگه میخواستیم به جای تعداد کل بیسکویت ها بدونیم که چند تا بیسکویت داریم چی کار باید میکردیم؟ زیر Summarize By میتونید Count A رو انتخاب کنید که تعداد همه خونه ها رو با هر مقداری که داخل اونها باشه میشمره. خواه عدد باشن یا متن یا هر چیز دیگه ای. حالا میبینید که جدول محوری شما تعداد انواع مختلف بیسکویت ها رو نشون میده. اگر از تابع کمت استفاده میکردید، تنها تعداد خونه هایی رو نشون میداد که حاوی عدد باشن و متن یا هر محتوای دیگه ای رو نادیده میگرفت. البته توی این مثال فرقی نمیکنه. برای اینکه توی ستون تعداد تنها مقادیر عددی داریم. شما متوجه خواهید شد که روش های متنوعی برای خلاصه کردن مقادیر شما وجود داره. پس خودتون امتحان کنید و ببینید چه کارهای دیگه ای میتونید انجام بدید. همینطور میتونیم ستونهایی برای استخراج جزئیات بیشتر اضافه کنیم. مثلا فرض کنید که بخوایم بدونیم چند کیک تهدید بالایی برای سلامتی هستند. در کنار کالمز روی اجفیلد کلیک کنید و ستون خطر سلامتی رو انتخاب کنید. میبینید که برای هر گروه از خطرات سلامتی یک ستون ظاهر میشه. به دلیل نوع مقادیر ما استفاده از تابع کانت نشون میده که چطور هر نوع از خوراکی ها در هر کدوم از گروه های خطرهای سلامتی قرار میگیرن. با نگاه کردن به اون میتونیم ببینیم که دو نوع کیک هستن که خطر بالایی برای سلامتی دارن. اگه سامرایز بای رو تغییر بدیم و به سام برای جمع مقادیر برگردیم میتونیم تعداد کل بیسکویت هایی رو ببینیم که خطر بالا، پایین و متوسطی برای سلامتی دارن. جدول های محوری بی نهایت مفید هستند و احتمالا شما استفاده زیادی از اونا خواهید کرد. پس برای تمرین جدول های محوری با اضافه کردن بخش های مختلف اونها رو امتحان کنید و ببینید درباره قفسه های آشپزخونه من چه چیزهای دیگری میتونید کشف کنید.